سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. با آموزش دیگه از اکسل در خدمت شما هستیم. آیا تا حالا براتون پیش اومده که با مسئله روبرو بشین که دو حالت مختلف داشته باشه با دو نتیجه مختلف، یا به بیان ساده تر اگر A اتفاق بیفته آنگاه B پاسخ ماست، در غیر این صورت C پاسخ ماست؟ اکسل هم مثل اکثر زبان‌های برنامه‌نویسی دیگه در مرحله اول ساده ترین دستور و فانکشنی که به شما پیشنهاد میکنه دستور if هستش. در این ویدیو شما رو با دستور if آشنا میکنم، با عملگرهای منطقی در دستور if و اکثر دستورهای دیگه و تابعهای دیگه اکسل کاربرد دارن آشنا میکنم و شما رو با نحوه برخورد با خطاهایی که ممکنه در حین نوشتن تابعها برخورد داشته باشین آشنا میکنم. اگر که تازه با اکسل آشنا شدین، من 5 ویدیو قبل از این ضبط کردم که شما رو با مقدمات و محیط اکسل کاملا آشنا میکنم و پیشنهاد میکنم حتما اول اون ویدیو رو ببینید و از اینجای کار به بعد تصمیم دارم که فرمول نویسی و قابلیت پیشرفته تر اکسل رو به طور همزمان و ترکیبی به شما آموزش بدم. بریم تا آموزش رو ببینید. سلام و درود مجدد خدمت همه دوستان. اونجا که بهتون قول داده بودم که فرمول نویسی رو شروع میکنیم، تصمیم گرفتم که اول با مهمترین دستوره که باش دیا سرکار خواهیم داشت که همون if هسته شروع بکنم. حالا به مرور هم آموزش اکسل رو خواهیم داشت، هم به مرور بر اساس درخواست و نیاز دوستان کل دستورات در واقع اکسل و توابع رو در خدمتون خواهم بود. قبل از اینکه خود دستور if رو بخوام براتون شعر بدم، میخوام یه نمونه از جایی که دستور if به کارتون میاد و یه نمونه خیلی ساده رو براتون نشون بدم. فرض بکنید که شما میخواید یک عدد رو جذرش رو بگیرید. الان من براتون اینجا یه خونه تعریف کردم که عدد ورودی شما خواهد بود، فرض بکنید مثلا عدد 25، و در این پایین ما میخواییم خروجی در واقع اون عدد رو داشته باشیم جذرش رو. حالا من نشم خروجی عدد تابع if، چون قراره که روی if کار کنیم، حالا فعلا ما کاری نداریم. یه تابع داریم به نام sqrt که جذر اون عدد رو میگیره. من اینجا تایپ میکنم مساوی sq، راهنمای اکسل خودش میاره به اون مواردی که نزدیک شما، اگه تب رو بزنید انتخابش هم میکنه و هم میگه کدوم عدد رو میخوایم. من میخوام خونه که عددی که تو این سلول وارد شده رو برامون جذرش رو بگیره. پرانتز رو میمارم و اینتر رو انجام میدم. خب اینجا دیدین که این عدد جذرش گرفته شد و هیچ مشکلی هم نداشت. اما فرض بکنید که من اینجا سهواً یا به هر دلیلی یه عدد منفی رو وارد کنم، مثلا منفی 25 رو وارد بکنم، چی میشه؟ اکسل اینجا ارور میده، چون همونطوری که میدونید عدد زیر رادیکال نمیتونه منفی بشه، ما عدد منفی نمیتونیم جذرش رو بگیریم و با پیام خطا مواجه میشیم. در صورتی که ما توی خروجیمون دوست نداریم این خطاها ببینیم، برای اینکه بتونیم رفع کنیم میتونیم از دستور if استفاده بکنیم. خب پس من این رو اینجا پاکش میکنم. خب الان همونطور که متوجه شدیم میخوایم یه دستور تو در تو، یک ایفی که داخلش دستور جذر هم وجود داره بنویسم و احتمالا یه مقدار شاید طولانی بشه. همونطور که توی ویدیو شماره 3 بهتون آموزش دادم، ما 4 روش فرمول نویسی داریم که حتما اگه ندیدید اون ویدیو رو نگاه بکنید. بهترین روش اینه که شما توی فرمولا بار این بالا بنویسید که اینجا شلوغ نشه و راحت‌تر بتونید دستورتون رو ببینید. من تو فرمولا بار می‌نویسم مساوی if، وقتی شما این انتخاب میکنید داره میگه logical test، یعنی بخش اول آرگومان اصلی که شما باید وارد بکنید شرطتونه. شرط ما چی بود؟ ما میخواستیم ببینیم که اگر که اونجا کسی عدد منفی رو وارد بکنه، در واقع تابع ما یه پیامی که خودمون براش تعیین کردیم و نشون بده به جای خطا. خب من خیلی راحت و ساده می‌نویسم if، در واقع شرط اولمون sqrtه، اگر جذره این عدد ورودی ما که سلولش انتخاب میکنم اینجا بزرگتر و مساوی صفر بود، خب من ویرگول رو میزنم، کاراکتر جدا کننده است. اگر در سیستم شما چیز دیگه هست، بازم توی همون ویدیو شماره 3 آموزش دادم که چطور اینو اصلاحش بکنید.
اگر این درست بود که در واقع ما میخوایم جذر همون عدد قرار بده، حالا من برای اینکه اینو راحت‌تر میشد در واقع این فرمول نوشت، من برای اینکه شما ببینید فرمول های تو در تو کار سختی نیست، دوباره همینو می‌نویسم. SQRT همین خونه رو انتخاب میکنم و دوباره ویرگول میمندم. یعنی چی؟ یعنی اگر که این عدد مثبت یا صفر بود که همون جذرش رو دوباره بگیره فرمانشون بده. در بخش آخر این آرگومان میگه اگر که اشتباه بود چی بذاره. خب حالا اینا حتما مد نظر داشته باشید. اگر که شما قراره که در خروجی مثلا یک عبارت رو تایپ کنید که برای شما توضیح بده مثلا چه اتفاقی افتاده، حتما متن‌ها رو توی فرمول‌ها باید داخل کوتیشن قرار بدیم. در غیر این صورت اگر عدد بودش مهم نیست، همینطوری عدد می‌زنید. الان من می‌خوام بگم اگر خروجی اینطوری بود برام بزنه این عدد منفیه. کوتیشن رو باز می‌کنم. میتونم اینجا فارسی تایپ کنم، ولی شما دقت داشته باشید چون وقتی شما فارسی تایپ میکنید راستچین چپچین به هم میخوره و بعضی وقت فرموله طولانی که میخوایم برسیم قطعا بهش به هم میخوره که حالت دیداری اون فرمول سخت میشه و شما ممکنه به اشتباه بیفتین. من توصیه میکنم یا اینجا متنی که میخوای انگلیسی بنویسید یا حالا به روشی که الان بهتون نشون میدم فارسی رو جای دیگه تایپ کنید. من میذارم نگاتیو، یعنی حالا منفی اون عدد و پرانتز رو در نهایت میمندم. خب ما اینجا میبینیم که در واقع یه پیام ارور دیدیم. یکی از پیام ارورهایی که شما معمولا شاید زیاد ببینید همین نامبر هست که با علامت تعجب تموم میشه. این کار من برای چی انجام دادم؟ برای اینکه شما ببینید که در واقع فرمول نویسی ترس نداره. اگر که شما دیدین ارور دادین بعد ببینید که علتش چیه و خیلی راحت اون رفعش بکنید. حالا من روی خونه کلیک میکنم که شما ببینید چی هست. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم اگر که جذر این خونه بزرگتر مساوی صفر بود جذرش نشون بده، در غیر این صورت منفی نشون بده. و مشکل چیه؟ مشکل تو منطقیه که ما نوشتیم. اگر که جذر این عدد بخواد بزرگتر مساوی صفر باشه معنی نداره، چون اکسل هم اولین کاری که میکنه میره جذر این عدد رو میگیره و این عدد چون در واقع منفی هستش با ارور مواجه میشه همونجا، اصلا دیگه به مرحله بعد نمیره. ما در واقع بعد میگفتیم اگر خود این عدد بزرگتر از صفر بود یا جذرش رو بر ما بگیره. خیلی راحت اگه نخواهید دوباره فرمول از اول تایپ بکنید تو همون فرمول بار یا همینجا، من فقط اون بخش اولی که انتخاب کرده بودم SQRT C3 رو انتخاب میکنم، میکنم دقیقا سلیکتم رو تا اون قبل از بزرگتر مساوی انجام دادم. دیلیت رو میزنم و این خونه رو که مرجع ما بود انتخاب میکنم، اینتر میکنم. حالا میبینید جواب رو به طور صحیح به ما نشون داد. یعنی من اگر من اینجا بزنم 81 جذرش 9 به من نشون میده. حالا اگه بزنم منفی 81 یکین منفی هستش، عدد منفی که نمیتونی جذر بگیرید و در واقع پیام ارور ما هم دیگه به این طریق حذف شد. خب در واقع همونطور که ملاحظه کردیم تو این فرمول ما از علامت بزرگتر مساوی استفاده کردیم، که حالا برای اینکه در واقع مرور ساده هم داشته باشید من اینا رو برای شما اینجا آوردم. عملگرهای منطقی ما مساوی هستن، بزرگتر، کوچکتر، بزرگتر مساوی و کوچکتر مساوی. خب و در واقع اگر که شما خواستید نابرابری رو بسنجین از این علامت نامساوی استفاده میکنید. حالا نکته هم که خدمتتون عرض کردم، گفتم اگر شما بخواید فارسی تایپ کنید، من به جای این نگاتیو که اینجا تایپ کرده بودم میتونم همینو در واقع داخل همون کروشه فارسی تایپ کنم، منفی. حالا اینجا میگم چه یک فرمول ساده هست، شاید حالت نمایشیش هم به هم نریزه و شما همون در واقع خروجی رو میبینید که فارسی براتون نوشته. یه کار دیگه هم که میشد انجام بدیم، حالا شما توی یه شیت دیگه یه جایی دیگه میتونید مثلا اون موارد دیگه مد نظر خودتون هست بنویسید. مثلا من این منفی اینجا می‌نویسم داخل فرمول دیگه اون در واقع کوتیشن رو پاک میکنید و با عنوان خروجی میگید من خروجی میخوام در حالتی که مثلا فالس شد و اشتباه بود این سلول رو هرچی که هست به من نشون بده. بازم همون شد. یعنی شما نکنید الان میزنم که مثلا همون 81 فارسی که در واقع 9 براتون خروجی میده و اگه
دوباره من مثلا هر عدد منفی بزنم، منفی رو که ما اینجا انتخاب کردیم عنوان خروجی به شما نشون میدهم.